سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدین. من احمد هستم و با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم. اگر موافق باشین بریم و داستان امشب رو با هم بشنویم. داستان ارسالی. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به بابا بزرگمه که زمستون سال 99 فوت شد. ضمناً بابا بزرگم آدم مذهبی و شجاعی بود و دروغ تو کارش نبود. یک بار می گفت که حدوداً 30 سال پیش سر ظهر داشتم از یک روستای دیگه با الاغم به روستای خودمون برمی گشتم که تو کوها یک دفعه صدای ساز و دهل می اومد و وقتی یکم دیگه جلوتر رفتم عده‌ای مرد و زن رو دیدم که دارن می رقصن. خیلی هم وسیله دارن، شاید اندازه بار چند تا شتر وسیله دارن. به هر حال این که سرمو انداختم پایین راهمو میرفتم که یکی اومد کنارم که عمو اسماعیل چرا نمیای تو جشن ما؟ بیا تعارف نکن. منم گفتم نه کار دارم باید برم. یکم که جلوتر رفتم تازه به خودم گفتم اولا کی میاد تو کوها با این همه بند و بساط برقصه؟ مگه نمیتونه تو روستا یا تو خونهشون یا تو باغشون برن جشن بگیرن؟ بعدشم اینکه اون یارو اسم من از کجا میدونست؟ من که اصلا اونو تا به حال ندیده بودم. خواستم ببینم که اینا کی بودن، شاید بشناسمشون، که وقتی برگشتم هیچ کی اونجا نبود. تعجب کردم آخه این همه وسیله و این آدم ها چجوری تو چند ثانیه غیبشون زده. واسه همین فهمیدم جن بوده و سوار الاغم شدم تا جایی که میشد تند میومدم تا فقط برسم خونه. یا مثلا بابا بزرگم یک بار تعریف میکرد که داشته یک مسیری رو میرفته با الاغش که به شب میخوره. ناگهان تو تاریکی یک مردی داد میزنه عمو اسماعیل کجا میری؟ منم گفتم فلان روستا، که دوباره داد زد یکم یواش برو الان میام با هم میریم. منم گفتم تو کی؟ اونم گفت من کربلایی محمدم. منم یکم یواشتر رفتم که بالاخره دو نفره بهتره، حداقل تو راه صحبت میکنیم با هم. بعد چند دقیقه نیومد، چون وقتی داد زد معلوم بود که نزدیک، هر جور می بود تا الان باید می اومد. بعد یک دفعه با خودم فکر کردم که اصلا این کربلایی تو تاریکی شب از کجا منو شناخت که به اسم منو صدا زد. به هر حال می گفت سرعتمو زیاد کردم فقط برم برسم روستا، حتی اگر خود کربلایی باشه راه و بلده میاد. فرداش رفتم در خونهشون، گفتم کربلایی دیشب تو راه بودی که صدام زدی؟ اونم گفت نه، من 4 روزه اومدم، دیشب خونمون بودم. بعد فهمیدم اونم جن بوده. حالا دوستان این اواخر که حدوداً 80 سالش بود رفتارای بابا بزرگم عجیب بود، آلزایمرم داشت، گوشاشم سنگین بود، یک سری کارهای عجیب میکرد. مثلا یک شب ساعتهای 3 شب میره تو روستا دور میزنه که یکی از اهالی میگفت سگام دم در خیلی سر و صدا میکردن، بیدار شدم که اومده دیده با بزرگم داره از اونجا رد میشه. گفته عمو اسماعیل این وقت شب کجا میری؟ بابا بزرگم گفته دارم میرم رو کوه. بعد اون بنده خدا زنگ زده به داییم گفته بیا بابا در خونه ماست ببرش. بعد از بابا بزرگم پرسیدن چرا رفتی؟ گفت من اول به اون 2 نفر گفتم خوابم، اینقدر منو اذیت نکنین، ولی چند بار از خواب بیدارم کردن، گفتن بیا باید بریم یک جایی، کار واجب داریم. بالاخره خوابم پریده بود، بلند شدم برم ببینم چی میگن. یا حتی یک شب ما هم رفته بودیم خونه بابا بزرگم، اینا که نصف شب دیدیم رفته کنار پنجره تو حیاتو نگاه میکنه، هی دست تکون میداد که انگار نمیاد یا منظورش نه هست.
همگی رفتیم آوردیم تو لافش، گفتیم چی شده، چرا نصف شب این کارا رو میکنی؟ گفت مگه اون دو نفر تو حیاتو نمیبینین؟ اون دو نفر از وقتی شماها خوابیدین هی میان سنگ میزنن به شیشه، میگن بیا بریم. منم میگم نه من نمیام، ولی همش اونجان. گفتیم بابا بزرگ کسی اونجا نیست. گفت موقعی که شما اومدین کنارم رفتن. حتی بعضی وقتا مامان بزرگم میگفت بیدار میشدم میدیدم نیست، تو حیات نشسته بود. میگفتم چرا اینجایی؟ میگفت دو نفرن همش میان وسایلا تو حیات رو به هم میریزن، خونه چوبا رو کلن به هم ریختن، اومدم مرتب کردم. واسه همین داستانا داییم یک بار دستشویی تو خونه ساختن که در خونه رو قفل کنن، که حتی واسه دستشویی هم شبا نیاد بیرون. وقتی هم چند باری واسهش پیش دعانویس رفتیم میگفت آره خودشونو بهش نشون میدن و اذیتش میکنن. دعا میداد اما فقط واسه یک مدت اوضاع خوب میشد. حالا بعد فوت با بزرگم مامان بزرگم هم اینجوری شده، همش میگه تا میخوابم یکی صدام میزنه یا میان کنار گوشم داد میزنن، بیدار میشم میبینم کسی نیست. یک بار مامان بزرگم خونمون بود که یک دفعه از خواب بیدار شد، نشست گفت خب چیه همش بیدارم میکنین؟ ما هم تعجب کردیم با کی داره حرف میزنه، فکر کردیم کابوس دیده. چند شب پیش داییم میاد پیش مامان بزرگم میبینه نیست، میره تو حیات، بالاخره میبینه که تو خونه چوباست، همونی که بابا بزرگم همش میرفته مرتب میکرده. میره میبینه مامان بزرگم اونجا افتاده، میارش خونه میگه چرا رفتی؟ میگه بابات اومد از خواب بیدارم کرد، گفت قلیون درست کن بکشیم. گفتم زغال نداریم، اونم گفت خونه پایین پر زغاله بیا با هم بریم. که گفتم نه نمیتونم راه برم، چه برسه تا اونجا. گفت کمکت میکنم ولی بیا بریم. که دستم رو گرفت برد اونجا، زغالا رو آورد پیشم و داشتیم درست میکردیم که بلند شدم یک دفعه ای بابات هلم داد، منم افتادم. هی میگفتم چرا این کارا رو میکنی؟ که رفت بیرون و تو اومدی داخل. الانم برای مامان بزرگم رفتیم پیش دعانویس که دعا داد و قراره ببریم روستا که امیدواریم بهتر بشه. دوستان داستانا واقعیه. ممنون که مطالعه کردید.